من آن روز میخواستم بگریزم، لکن راه را گم کردم. میخواستم به اتاقی بروم که صدای ریحان آقا را شنیدم. اگر زهری در کار بود خیلی زود مشخص میشد حکیم باشی. خب چطور میخواهی این را برای سرورمان ثابت کنی؟ این زهرتاریست که اگر الان یک قاشق از آن بخوری اثری نخواهد داشت، لکن اگر 40 روز از آن استفاده شود آن وقت تأثیر خواهد گذاشت. پادشاه مرحوم من را آرام آرام کشتند. مطمئن هستی؟ چه کسی جرأت این کار را داشته است؟ آن را من میدانم. میدانم که این خائنین چه کسانی هستند. چه بوده است؟ آیا حرفی زد؟ سریع آن پیر مرد را کشت. اشتباه کردی درویش پاشا. ما زنده ی ریحان را نیاز داشتیم. اکنون تمام اسرارش را با خود برد. اگر فرزندمان سلطان محمد خان به راستی مسموم شده باشد، چگونه بدانیم کار که بوده؟ مجبور شدم سلطانم. خائن قصد داشت مرا نیز بکشد. تو به اتاقت بازگرد آنستازیا. حاجی آقا شخصا مراقبش باش. به گلگه خاتون بگو چشم از او بر ندارد. اطاعت می شود سرورم. می توانی بروی. سریع این مسئله را بررسی کن درویش پاشا. می خواهم بدانم افراد ریحان آقا در قصد چه کسانی هستند و در خارج از قصد با چه کسانی رفت آمد داشته است. امر سرور و پادشاه من است. خداوند خودت به ما کمک کن. چه کسی چنین خیانتی کرده است؟ چه کسی جرأت کرده است که پادشاه مرحوم من را مسموم کند؟ ابتدا باید ببینیم که از سلطنت افتادن فرزندمان بیشتر از همه به نفع چه کسانی بوده است. تعظیم! سلطان احمد خان وارد می شوند. دیگر چه چیزی را از من مخفی می کنی؟ چه چیز دیگری هست که من باید بدانم؟ هیچ چیزی نیست. مرا ببخش، خواهش میکنم. من خطای بزرگی کردم. باید از همون اول میگفتم. آن قاتل میتوانست او را نیز بکشد. چه حسی داشتی؟ اگر من میمردم ناراحت میشدی؟ یا خوشحال بودی که از من رها شدی؟ ناراحت میشدم، بسیار زیاد. چرا؟ به گمانم خودت میدونی چرا.